مردمی که روز اول آمده بودن شما اگه شعاراشون چیز میکردیم میگفت آزادی بیان، آزادی اندیشه، شعار دانشگاه سنگر آزادی است. هیچی جزی نمیخواست. دانشگاه در بعد از انقلاب اون بهار آزادی بود که میشد دید. از یه ور شما میدیدی که بچه اعلامیه زده که میریم در ترکمن صحرا، نمیدونم شوراهای دهقانی چه، و از اون ور میدیدی که روبروش یکی زده که ترکمن صحرا با خاک یکسان میکنه، پدر شوراهای دهقانی هم در میاره. عجیب بود، یک نفر نمیرفت اعلامیه اون یکی پاره کنه. دانشگاه به این خاطر بستن، این دموکراسی که انجمن اسلامی هم تحت تاثیر قرار داده بود، این آزادی بیان، گفتن نمیدونم آقای چمران بیاد درس بده، همه گفتن بیاد درس بده، کسی هم هیچ چپی هم اصلا مخالفت نکرد. البته این روح جنبش دانشجویی بود، نه روح سازمان ها. میدونی تجربه جنبش دانشجویی بود که در اختناق به سر برده بود، و اینو باید مدیون اونا باشیم، وگرنه سازمان ها هر چقدر میتونستن اینا سرکوب میکردن که تن ندید. چه فرهنگ حاکم توده‌ای باشه، چه فرهنگ حاکم سلطنتی، چه خمه، اینا دست به دست همدیگر در کشتار فکر و در کشتار اندیشه و ما گرفتار این دو فرهنگ حاکم بودیم. منم که به عنوان روشن فکر چرخیدم رفتم توی این هواداری سازمان، شروع کردم ما سازمان کار کردم، منم ناگزیر بودم که در این سرکوب شرکت کنم دیگه، در سرکوب اندیشه و سرکوب فکر، حتی سرکوب خودم.